سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. خوشحالیم که در هر جایی که هستید ما رو همراه خودتون دارید و اجازه داریم با برنامه پند حقیقت آشکار که این سری در مورد تربیت خانواده هست همراه با کشیش مگی یک نظر در کنار شما باشید. سلام ما رو پذیرا باشید بینندگان عزیز. من و همکارانم در این استودیو برای شما روز خوبی رو آرزو داریم. امروز نیز با همراه خواهرمون مگی به خانه های شما آمدیم. امروز در مورد محبت از خواهر مگی، درست است؟ بله، کاملا. خواهش میکنم. سلام دوستان عزیز، خوشحالم که بازم فرصت بود و هست که با هم کلام خدا رو مطالعه کنیم و ببینیم امروز خداوند برای همه ما چه چیزی تهیه دیده. اگه خاطرتون باشه در برنامه‌های گذشته در مورد خانواده مسیحی صحبت کردیم. نظر و هدف ما از این دوره از دروس اینه که بالاخره ما برسیم به یه جایی که بدونیم چطور میتونیم فرزندان شایسته و خوب و مفید برای جامعه تحویل بدیم، تربیت کنیم. ولی همونطوری که در جلسات گذشته اشاره کردم، کلام خدا به وضوح میگه اگر قرار محبتی، رفتار خوب و نمونه ای از فرزندان ما سر بزنه، اول باید وارد ما شده باشه، از طریق ما نشون داده بشه تا اونا یاد بگیرن و اونو انجام بدن. بنابراین کلام خدا اول با هر کدوم از ما به عنوان والدین کار داره. اول میگه تو بشنو، تو محبت کن، و امروز اتفاقا به همینجا رسیدیم، تو محبت کن. تثنیه باب 6 آیه 1-4 رو دفعه گذشته قرائت کردیم و برادر مدبر اگر شما زحمت بکشید آیات 5-6 رو برای ما بخونید عالی میشه. بله، تثنیه باب 6 آیات 5-6. پس یهوه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نمو و این سخنانی که من امروز تو را امر میفرمایم بر تر تو باشد. بله، یهوه خدای خود را به تمامی جان، تمامی قوت، تمامی یه جای دیگه به بله تمامی روح میگه، تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما. این معنی این تمامی ها فکر میکنید چیه برادر؟ با تمام قوت، با قوا، با تمام، نه بخشی، بله، نه سهمی، بلکه شیشتانگ. کاملا، چون ما انسان ها عادت داریم یه چیزی رو برای روز مبادا یه جایی مخفی میکنیم، نگه میداریم، ولی خدایی که این محبت رو از ما میطلبه و با ما به طور شخص صحبت میکنه و میگه با تمامی جان منو محبت کن، خدایی که خودش اول اومده و محبت خودش رو به ما ثابت کرده. در کتاب رومیان باب 5 آیه 8 اینطور میگه که زیرا زمانی که ما هنوز گناهکار بودیم، یعنی زمانی که هنوز ما خدا رو نمیشناختیم، در راه‌های کج خودمون مشغول بودیم، خداوند محبت خودش رو به ما ثابت کرد. چطور؟ که فرزند یگانه خودش رو فرستاد تا برای ما جان خودش رو بده. پس خداوندی که میگه یهوه خدای خودتو با تمام جان محبت کن، کسیه که خودش اول ما رو با تمام جان محبت کرده. پس چیز بزرگتر از اونی که خودش برای ما انجام داده از ما نمیخواد. و بازم جالبه که بازم روی سخن والدینن، طرف سخن بچه ها نیستن. ما میخواییم در مورد بچه ها برسیم یه جایی، و گرچه من یه قسمتی رو انتخاب کردم که خداوند با خانواده ها داره صحبت میکنه، ولی واقعا جالبه و خیلی قشنگه که خداوند اول با سر خانواده ها صحبت میکنه، اول با والدین. هفته گذشته بشنو و حالا محبت کن. تا خودت محبت نکنی بچت محبت یاد نمیگیره. و یه چیزی هم هست، اگر چیزی خودمون به چیزی 100% اعتقاد نداریم، خیلی مشکله که اونو به بچه هامون انتقالش بدیم.
شما توجه کردین خیلی از وقتا والدین حتی در مورد رفتار معمولی در خانه یه چیزایی به بچه هاشون میگن، بعد نگاه میکنین خودشون همون اشتباهی رو که بچهشون رو داشتن در موردش تصحیح میکردن خودشون انجام میدن، چون اون ته قلبشون فقط فکر میکنن این به درد بچه‌م میخوره. ولی کلام خدا میگه اگر تو چیزی میخوای انتقال بدی اول باید از تو عبور کنه این. من اینو به وسیله نمونه شوهر ببخشین پدر شوهرم یاد گرفتم. بعضی از شما بردر ستو میشناسین، شما میشناسین ایشونو. ما الان 31 سال ازدواج کردیم لازاروس و من، و من باور کنین در تمام این 31 سال یک روز ندیدم که این واقعا مرد خدا عشق خودشو اونطوری که باید به خدا ابراز نکنه. یعنی من از عشق و نسبت به خدا بارها تقویت شدم، بارها برکت یافتم. یادم هست اون سال اول در یک خونه با هم زندگی می کردیم، نصف شبا از صدای دعای ایشون من بیدار می شدم و اتاق ما یه طوری بود که اتاق خواب ایشون رو می تونستم از دور ببینم، می دیدم که زانو زدن و همینطور با خداوند با علاقه با تمام عشق صحبت میکنن. و بعدم وقتی از اتاق بیرون میامدن اصلا صورتشون میرخشید. این محبتی که نسبت به خدای خودشون داشتن و دارن الان در سن 96 سالگی واقعا چیزی بوده که همه بچه ها رو تحت تاثیر قرار داده. چرا؟ چون فقط حرف نموده، خودشون این محبت رو چشیدن و بعد اینو منتقل کردن به بچه ها. نه با حرف، همون عشقشون باعث می شدن فکر کنه منم می خوام شبیه ایشون بشم، منم می خوام عاشق خدا باشم، چون این عشق کاملا دو طرف است و ایشون برکت یافتن. و اصلا در این آیات تثنیه باب 6 آیات اول بازم همین صحبت به خودت، پسرت و پسر پسرت، پس از نسل به نسل داده میشه. حالا شاید شما بگین که خب این نمونه ایشون بوده، نمونه بردرست بوده، خودتون چیز آیا شما هم تونستین منتقل کنین؟ راستشو بخواین چند سال پیش یه اتفاقی افتاد که من خودم خیلی تشویق شدم و این نشونه اون بود که حتی اگه ما وقتی خدا رو عاشق خدا هستیم و چیزی هم نگیم، یادم ندیم، بچه ها از روی اون نمونه زندگی ما متوجه میشن چه رفتاری بد نشون بدن. دختر دوم ما تانیا تقریبا یادم نیست 7-8 ساله بود تو مدرسه، 3 دوست با هم خیلی صمیمی بودن، بعد این 2 دوستاش با هم غرق کردن، یعنی خودش موند با هر کدوم از اینا، بعد سعی کرده بود بره پیش هر کدوم از اینا در مورد اون یکی چیزای خوب بگه و بهش بگه که نه تو باید ببخشیش، ایرادی نداره. بعد پیش اون یکی رفته بود گفته بود نه باید عذرخواهی کنی، چرا این حرفو زدی. خلاصه بعد از یه چند دفعه رفتن و اومدن اونی که اشتباه کرده بود حاضر شده بود که بره عذرخواهی کنه، رفته بود و گفته بود که لورا خواهش میکنم منو ببخش، من اشتباه کردم. اونم گفته بود اوکی، رفته بود. بعد تانیا دویده بود دنبالش، گفته بود اینطور میبخشن؟ این کارو که نباید بکنی، باید بیای بغلش کنی، ببوسیش و بگی هیچ ایرادی نداره، من تو رو میبخشم و من تو رو دوست دارم. وقتی اینو توی خونه تعریف میکرد باور کنین هم لازاروس هم من چشممون پر اشک بود، چون متوجه شدیم اون چیزی که ما هیچ وقت بهش نگفته بودیم اگه کسی اشتباه کنه باید بره نمیدونم در طرف رو بغل کنه، ببوسه، عذرخواهی کنه یا قبول کنه، ولی به صورت نمونه دیده بود تو زندگی ما به عنوان خانواده و اینو یاد گرفته بود. محبتی که خدا در قلبهای ما میذاره اتوماتیک به بچه هامون و به نسلهای بعد این سرایت میکنه. ولی چطور؟ خب بچه ها با ما زندگی میکنن، اونا از ما میگیرن، ولی ما این محبت رو از کجا بگیریم؟ در اون آیه اول در رومیان برای شما خوندم که خدا محبتش رو به ما ثابت کرده، ولی با دونستن این محبت خدا به دل من نمیاد. من چطور میتونم این محبت رو از خدا بگیرم؟ همونطور که بچه ها از ما میگیرن. یعنی چی؟ با خداوند زندگی کنم.
با خداوند وقت بگذرونم. چطور میتونیم با خداوند وقت بگذرونیم؟ اول اینکه ما جز خانواده او بشیم. الان شاید ما یه بچه همسایه داشته باشیم، خیلی هم دوستش داشته باشیم، ولی اون عادات و اون اعتقادات خانوادگی ما به ایشون سرایت نکنه. تنها زمانی اون میتونه بگیره اینا رو که بیاد و با ما زندگی کنه. خداوند یه خانواده خیلی بزرگ جامعه بین المللی داره و این خانواده به اصطلاح کتاب مقدس بدن عیسی مسیحه، مثل اعضای بدن اون هستن که همه ما با هم وصل هستیم و فقط از طریق اینی که ما عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده خودمون قبول کنیم میتونیم بیاییم و عضو این بدن بشیم، عضو این خانواده بزرگ الهی بشیم و در اون زمان میتونیم با خداوند وقت بگذرونیم، میتونیم کلمات او رو بخونیم، میتونیم صدای او رو گوش کنیم. میدونین ما خیلی وقتا میگیم بله خدا چی میخواد، انشالله من خداوند منو برکت میده، انشالله این میشه، ولی کلام خدا اصلا با انشالله سر و کار نداره، همش قاطع است. خداوند میدونه چه برکتی برای ما مهیاست. اگه خاطرتون باشه تثنیه باب 28 رو خوندیم، اون میخواد بچه های ما رو، تمام نسل ما رو، بیرون اومدن و داخل بیرون رفتن و داخل شدن ما رو برکت بده، میخواد سبد و ظرف خمیر ما رو برکت بده، میخواد تمام مایملک ما رو برکت بده، میخواد قلب ما رو از نگرانی ها آزاد کنه. در مورد یعقوب خوندیم، کلام خدا در اول پتروس میگه که نگرانی های خودتو به من بسپار چون من به فکر تو هستم. والدین عزیز، نگرانی های خودتون رو به عیسی مسیح بسپارین، او به فکر شماست، او میدونه در قلب شما چی میگذره. برای گرفتن محبت خدا بله باید با او وقت گذروند. باید اگه شما عاشق کسی هستید، معمولا اگه این شخص به شما نامه بنویسه شما نامه‌شون رو نمیخونین؟ حتما میخونین. من خاطرم از قبل از اینکه ما ازدواج کنیم، دوران نامزدی لازاروس برای چندین ماه مسافرت رفتن و هر روز برای من نامه میدادن، تا حالا نامه هاش هست، برای من خیلی پرارزشه. ولی اصلا نمیدونستم اون موقع من دانشگاه میرفتم و اصلا نمیدونستم چطور کتابامو چطور یه طرف بذارم که این نامه رو اول صبح باز کنم، پست ساعت 6 و 7 اینطورا میرسید، باز کنم و ببینم اون روز برای من چی دارن، اون روز چه خبریه، چه کلماتی. شاید چیز جدیدی تو زندگیش اتفاق نمیافتاد، ولی چون واقعا از صمیم قلب دوستش داشتم میخواستم کلماتش رو بخونم. کلام خدا، این نامه خداست به شما. آیا شما وقت میدین که این نامه رو بخونین؟ اگه بخونین این محبت میاد در قلب شما. من میخوام به جرئت بگم اگر نامه هایی که لازاروس برای من میداد من همینطور تا میکردم میذاشتم یه گوشه، غیر ممکن بود محبت ایشون در قلب من اینقدر رشد کنه که بعد از 31 سال ازدواج هنوزم مثل دو نوجوان عاشق هم باشیم. دلیلش اینه که نامای همدیگر رو خوندیم، همینطور من بهشون نامه میدادم و دلیلش این بود که ارزش قائل بودیم برای اون چیزی که شخص مقابل برای ما داشت که بگه. من پیشنهاد میکنم نامه های این پدری که جانش رو برای شما داده بخونید و استفاده ببرید. پس نه فقط وقت بگذرونید، نه فقط نامه هاشو بخونید، بلکه در حضورش بمونید. شاید سوال کنید چطور در حضورش بمونم؟ همین، در زمینی که دارین کتاب مقدس رو میخونین دعا کنین و بگین خداوندا اینا رو دارم میخونم، شاید من درک نمیکنم، بیا ای روح القدس، بیا و قلب منو باز کن، چشم دل منو باز کن، نورتو به قلب من بتابون تا من بدونم. بازم فکر نکنین که از مطلب خارج شدم، نشدم، چون خدا اول میخواد ما رو برکت بده، بعد از طریق ما بچه های ما رو. بعد در مورد خداوند صحبت کن. در جلسه گذشته در مورد شنیدن ما صحبت کردیم که چطور بعد از خدا شنید. تا شما نشنوید نمیتونید اونو پس بدید. در یکی از مزامیر خوندیم که اول میگه خداوند به من گفت، بعد میگه من خواهم گفت. همونی که از خدا میشنوه همونو خواهد گفت. حقایق از طریق زندگی ما به زندگی بچه ها سرایت میکنه. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که فقط صحبتهای ما هستن. نه، بچه ها در چشمای ما میبینن که آیا واقعا ما عاشق خدا هستیم یا نه.
این آیه میگه با تمام قلب، با تمام وجود، با تمام قوت خود خدا رو محبت کن. و من دعای من اینه که امروز شما بتونین این دعا رو با من تکرار بکنین. اگر شما مطلبی دارین بیشتر، خواهش میکنم. نه. من دوست دارم واقعا با بینندگان عزیز یه وقت دعا داشته باشیم. اگر شما میخواین چیز دیگه ای اضافه کنین، ولی واقعا در دلم هست دعا کنیم، چون محبت خدا چیزیه که در زندگی ما اون تأثیر واقعی رو نه فقط رو خودمون بلکه روی نسل‌های آینده خواهد گذاشت. و من میخوام با دعا برای هر کدوم از شما که احساس میکنین این محبت رو یا ندارین یا درک نمیکنین، دعا کنیم و از او بخواهیم. شما یه چیزی رو خوبه که برای شما واضح کنم. کلام خدا میگه وقتی ما عیسی مسیح رو قبول میکنیم به عنوان نجات دهنده خودمون، اون موقع روح القدس میاد و در قلب ما ساکن میشه. حتما شما این تجربه رو دارین. من هیچ وقت یادم نمیره، من 11 سالم بود، 10 سال و نیمم بود وقتی که اولین بار از عیسی مسیح خواستم بیاد به قلب من. و همون لحظه وقتی اعتراف کردم گناهان خودم رو، حالا شاید شما فکر کنیم بچه 10 سال و نیمه چه گناهی داشت، گناه من نمیدونم، همون گناهی که شاید بچه های 10 ساله داشته باشن، شاید یه دروغ اینجا اونجا، شاید یه تقلب، شاید یه کینه از یکی، من نمیدونم، حسادت، کسی رو نکشته بودم به قول بعدش والدینم از من سوال میکردن، دزدی نکرده بودم. ولی کلام خدا میگه حتی کوچکترین نااطاعتی باعث میشه که بین من و خداوند یک مانعی به وجود بیاره که من نتونم با اون رابطه محبتانه رو داشته باشم. و خوب یادم هست وقتی اعتراف کردم و گفتم خداوند من گناهکارم، خواهش میکنم منو ببخش و با خون خودت منو بشور، کاملا همین الان انگار داره دوباره اتفاق میفته، احساس کردم یه باری از دوشم افتاد و احساس کردم که خداوند منو پاک کرد. دویدم از کلیسا تا خونه رو دویدم، شاید 2-3 کیلومتر فاصله بود، ولی از خوشحالی من فکر میکنم دویدم، ولی شاید اتفاقا پرواز کردم از خوشحالی. به خونه رسیدم و گفتم که من مسیح رو قبول کردم، زندگیم عوض شده. ولی میدونین کلام خدا میگه وقتی ما این کارو انجام میدیم روح القدس میاد و در قلبهای ما ساکن میشه. و یکی از نشونه های روح القدس اینه که محبت با خودش میاره. روح القدس چند تا میوه داره، همش با هم یه میوه، ولی چند تا نشانه داره یا چند جنبه داره این میوهش. محبت اولیشه، محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی، حلم، ایمان و پرهیزکاری. اینا همش نتیجه حضور روح القدس در زندگی ماست و اولینش محبته. پس من میخوام دعا کنم و خواهش کنم از شما دوستانی که هنوز عیسی مسیح رو قبول نکردین و هنوز در مسیر این هستیم که خانواده هامون خانواده های نمونه باشن، با من همراه بشید، این دعا رو بکنیم که خداوند در زندگی شما و در زندگی خانواده های شما کار کنه. خداوند. خواهش میکنم اگر مایل هستید تکرار کنید این چیزایی رو که من دعا میکنم برای همه ما. خداوند رو شکرت میکنم که در کلام تو واضحاً گفتی که تو ما رو دوست داری. شکرت میکنم که تو خدای محبت هستی، خدایی هستی که محبت خودتو ثابت کردی و زمانی که من اصلا تو رو نمیشناختم تو پسر یگانه خودت رو دادی، در حقیقت خودت اومدی به جهان تا برای من مصلوب بشی و برای من اون تاوان گناهانی که من تا به حال انجام دادم بپردازی. خداوندا به حضور تو میام، توبه میکنم، خداوندا خواهش میکنم گذشته منو ببخش، به من یاد بده که من چطور تو رو محبت کنم. همینطور که تو منو محبت کردی، من میخوام این محبت رو در مقابل به تو بکنم. به من یاد بده که با تمام قلبم، با تمام قوتم تو رو محبت کنم. و خداوند رو به من یاد بده که این محبت رو نه فقط نسبت به تو داشته باشم، بلکه نسبت به همسرم، نسبت به بچه هام، نسبت به اطرافیانم. و خداوند را خواهش میکنم اجازه بده این محبت منتقل بشه از من به دیگران، به نسل بعد و به نسل بعدی. شکرت میکنم که دعای من رو شنیدی.
چون کلام تو میگه هرگاه با ایمان و به اسم عیسی مسیح بطلبیم تو دعای ما رو میشنوی و جواب میدهی. در نام عیسی مسیح طلبیدیم، پس با ایمان قبول میکنیم و شکرت میکنیم که ما رو به خانواده الهی خودت قبول کردی. آمین. ای بهترین، ای مالک هستی من، مسکن گزینم نزد تو خدای من. تو نیکویی، توی تنها راه حیاتم عیسی. تو نیکویی، توی تنها راه حیاتم عیسی. روزم توی، آغازم توی، شوقم توی، آرام جان خستم هم در خانم. دارم حیات از رفعت و از رحمت تو ای عیسی. دارم حیات از رفعت و از رحمت تو ای عیسی. دوستت دارم ای بهترین، ملجای من نیکوترین. دوستت دارم ای بهترین، ملجای من نیکوترین. دوستت دارم ای بهترین، ملجای من نیکوترین. منی چون نامت خانم همراه منی. تو خداوندی که مرد صالح را برافراشته ای، شادی بخشیده ای. بر خداوند توکل نمایم همه اوام. بر خداوند توکل نمایم همه آن. تو آن خدای پرز رحمت هستی، توی پناهم رهاننده ام. در حضور تو کمال خوشی هاست، راحتی من نزدت پا بر جا. بر خداوند توکل نمایم همه آن. بر خداوند توکل نمایم همه آن. بر خدا بند
تو را اعلام خواهم کرد، اعلام خواهم کرد. چقدر مجید است نام قدوس تو، سزاوار هم دو تسبیح هستی. بر خداوند توکل نمایم همه او، بر خداوند توکل نمایم همه او، بر خداوند توکل نمایم همه او، بر خداوند توکل از آسمان بر همه قوم ها. میبارد باران رحمتش بر بدان و نیکان دنیا، میبارد باران رحمتش بر بدان و نیکان دنیا. خلقت صنعت انگشتان خداست، افلاک عمل دستای خداوند. همه با هم یک صدا. خوشحالیم که تا این لحظه با ما بودید. امیدوارم که این برنامه تربیت فرزندان باعث تحولی خاص در زندگی شما شده باشه، چون با این تحول وقتی که ما فرزندان خوب داشته باشیم، در واقع جامعه آینده رو ساخته ایم. ممنونم که تا این لحظه گوش دارید. منتظر پیشنهادات، نظرات شما و همینطور انتقادهای شما هستیم. هدف ما بهتر کردن برنامه هاست. امیدوارم در این مسیر ما رو کمک کنید. پس با ما در تماس باشید. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در تماس باشید.